گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. در می چند دقیقه که در اختیار داریم، در باره مهمترین مسئله را صحبت خواهیم کرد. تاجیکستان در چوره‌های گئوپولیتیکی قرار دارد و فعلاً راه‌های احتمالی واردشوی به این یا آن اتحاد را انتخاب می‌کند. کشور رویش را به کجا می‌گرداند؟ به جنوب، شرق و یا شمال؟ این مسئله را گلیم فسخودینوف با چندی از کارشناسان مورد بررسی قرار دادند. ایده برنامه راهی ابریشمی نو سال 2009 در کابینت های مرکز تحقیقات های استراتژی و بین المللی آمریکا و تشخیصگاه های دانشگاه آسیای مرکزی و کاوکاز نزد دانشگاه هاپکینز پیدا شد. ایده اساسی این تشبث به یک مکرومنطقه تبدیل دادن منطقه های آسیای مرکزی و جنوبی با تاسیس دادن مرکز در جمهوری افغانستان است. طور کارشناسان قید میکنند برای رسیدن به این مقصد آمریکا حل دو مسئله را پیشنهاد کرد. اولا ساختن انفراستراکچر یگانه دولت‌های آسیای مرکزی را با افغانستان پیوند کند و دوم دستگیری نقشه تجارتی آزاد میان این کشورها میباشد. با نظر داشت این پیشنهادات امروز در این دولت ساختمان پل‌ها، راه‌ها و خط‌های انتقالی برق به راه مانده شدند. بر طبق بهاگذاری تحلیلگران تاجیکستان در این راه میتواند محک اساسی شود، اما به اندیشه سیاستشناس دیمیتری پاپوف با کشور نقشه ابجکت لویاکاش داده میشود. ریال نصر واشنگتن ازکریپیتسو افغانستان для чего необходимо за счёт расширения связи с соседними странами. مقصدی اساسی واشنگتن در افغانستان نفوذ پیدا کردن است. برای این باید رژیم اقتصادی کابل را مستحکم کنند و این کار تنها با راه وسعت نمودن مناسبات با دولت‌های همسایه این کشور میسر می‌گردد. وقتی امروز دولت‌های عضو ناتو برنامه‌ها آید به کمک اقتصادی در کابل را می‌بندند، این نقشه اکتوالی است. در نقشه تاکتیکی دوشنبه می‌تواند از این تشبث آمریکا بهره گیرد و آن احساس هم می‌شود. برای مثال گردش مولوکولو میانی تاجیکستان و افغانستان در 8 سالی اخیر انقریب 100 مرتبه افزوده است، اما دستگیری کنسپسیای راهی ابریشمی نو در آینده میتواند به خطای استراتژی حکومت تاجیکستان مبدل شود، زیرا همه کار به طلبات بی‌خطری در افغانستان و پاکستان ربط دارد. واقعه تیرماهی سال روان در شمال افغانستان به وقوع پیوسته نشان داد که لایحه گئوپولیتیکی راهی ابریشمی نو آسیب‌پذیر میباشد. میگوید کارشناس در مسائل مشکلات آسیای مرکزی و افغانستان الکساندر کنیازوف: если оценить развитие ситуации в Афганистане, там не просматривается перспектив. اگر وضعیت افغانستان را بهاگذاری کنیم، در آن کشور هیچ دورنمای رشد مثبت دیده نمی‌شود. دلخواه لایحه‌های اقتصادی که به قلمرو افغانستان وابسته است، از لحاظ بی‌خطری آسیب‌پذیرند و برد اقتصادی را زیر سوال می‌گذارند. قرار یک قطار سازمان های بین المللی سرمایه گذار در مورد قطع مبلغ گذاری برنامه های همگیرویی اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی نشان دهنده آن است که لایحه راه ابریشمی نو می تواند ناتمام بماند. ماه دکبر سال جاری معلوم گردید که بانک رشد آسیا مبلغ برای ساختمان راه آهن با خطسر تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان جدا نکرد. چنین قرار را رئیس نمایندگی بانک رشد آسیا در تاجیکستان چان جانگ یو چنین شرح داد: One is the Afghan side, the security situation has been very, very bad recently. اینجا دو سبب هست. یکم این که سطح بخطری در افغانستان خیلی پست است و هرچند ترکمنستان ساختمان قسمت مگسترال خود را به اتمام رسان، ما نمیخواهیم در منطقه پرخف راه سازیم. این کار خطر زیاد دارد. و دوم این که قسمت زیادی راه به قلمرو افغانستان راست می آید و در این کار ذخیره های مالیوی افغانستان لازم می آیند. امروز اقتصاد افغانستان برای اجرای این کار کافی نیست. 50-60 کیلومتر. یکی از دیگر لایحه همگیرویی شوی که دوشنبه به آن توجه ظاهر میکند، این تشبث خط اقتصادی راه ابریشمی میباشد که از جانب خطای پیشنهاد گردیده است. برنامه عملی سازی از 5 نقطه عبارت است. یکم، این مستحکم نمایی هماهنگ سازی دولت های منطقه در سمت سیاسی. دوم، گسترش ساختمان راه یگانه. سیوم، رشد تجارت و تیزانیدن عملیات های اقتصادی در آسیای مرکزی. قسمت چهارم، این زیاد کردن گردش پول از حساب گذشتن دولت های منطقه به اسعار ملی است و پنجم نقطه کمک بشردوستانه را در نظر دارد. این لایحه خطای یک بار یک چند دولت و منطقه را احاطه میکند، از جمله آسیای مرکزی، روسیه و کاوکاز جنوبی.
در این لایحه تاجیکستان در قیاس با تشبث آمریکایی ها نقش کلیدی را نمی‌بازد. میگویند کارشناسان ایلوواتن اکثر لایحه‌ها میتوانند مشخص با یک نقطه روانه کرده شوند که پیش از همه به منفعت خود خطای باشد. اظهار داشت نماینده دانشکده دولت های اتحاد مستقل از میگرانیان. Все зависит от цели, которые выстраивает китайская сторона. Но учитывая характер их инвестиционных проектов в Таджикистане, همه چیز از مقصدهای گذاشته خطای وابسته است. و اگر به характер لایه‌های خطای در تاجیکستان نظر افکنیم، می‌بینیم که آنها به حل مقصدهای شرکت‌های خطای روانه شدند. باید اقرار شویم که جانب خطای و بازار داخلی تاجیکستان منفعت دار نیست. خطای به تاجیکستان چون نقطه ترانزیتی و استفاده ذخایر طبیعی نگاه میکند، نه رشد بازار آن. تشبث الٹرناتیوی با پیشنهاد آمریکا و خطای در رشد منطقه آسیای مرکزی، تحلیلگران ایده اتحاد اقتصاد اوراسیا را میبینند. منصبداران تاجیک چندین مرتبه در خصوص توجه دوشنبه به این اتحاد سخن کردند. آغاز سال 2015 در کشور کمیسیه بین حکومتی تاسیس داده شد که مقصد آموختن دورنمای شرکت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا را داشت. قرار نهایی آید به همگیرویی در اساس بالانس منفعت های سیاسی و اقتصادی قبول کرده می شود. می گوید معاون دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فریده مومینوا. любое региональное объединение это долгосрочное решение. к этому решению подходят как правило очень ответственно. دلخواه اتحاد همگیرویی شده در اساس قرارهای دراز مدت ساخته می شوند که مسئولیت را طلب می کند. این اهمیت بهاگذاری رشد کشور و خود اتحاد همگیرویی شده را دوچند می کند. از پیوستن تاجیکستان به اتحاد اوراسیا مردمی عادی منفعت بیشتر می بینند. از جمله مهاجران مهنتی و اعضای خانواده آنها. شهروندان تاجیکستان نه تنها اصول ساده کرده شده قانون گردانی در بازار مهنتی دولت های اتحاد اوراسیا را به دست می آورند، بلکه همساله امکان جمع کردن مبلغ را نیز پیدا می کنند. تنها در یک سال میلیون مهاجر تاجیک می تواند نزدیک میلیارد دلار آمریکایی را ذخیره کند. میگوید کارشناس مستقل اوید به مسائل آسیای مرکزی اندری زخواتوف. если учитывать, что из Таджикистана в Россию выезжает 700 тысяч человек. اگر به این نوبت گیریم که همه ساله از تاجیکستان به روسیه 700 هزار نفر به مهاجرت کاری می روند، هر یک مهاجر برای قانونی کردن حضور و فعالیتش در این قلمرو تا 1000 دلار صرف می کند. و اگر این 1000 دلار را به 700 هزار ضرب زنیم، مبلغ نزدیک به 1 میلیارد دلار به دست می آوریم. اگر تاجیکستان و اتحاد اوراسیا شامل شود، پس مبلغ های شهروندان تاجیکستان به کشور برمیگردند. کارشناسان میگویند که تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در آسیای مرکزی محسوب میگردد. اقتصاد دولت ضعیف و پتانسیل صادراتی آن هم تنگ است. در چنین صورت دوشنبه مجبور است تمامی برنامه‌هایی که مقصد حتی قسمان بهبود بخشیدن وضع اقتصادی کشور را دارند قبول نماید. دوشنبه با کجا مایل میکند امروز گفتن خیلی مشکل است، اما با اندیشه تحلیلگران یک چیز مسلم است که خود تاجیکستان باید قرار قبول کند و از این قراری دوشنبه نه تنها راهی منبعده اقتصادی کشور بلکه انتخاب تمدن برای 10 ساله منبعده وابسته است. گزارش را گلیم فسودینوف آماده کرد. سومیانی گرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما روش می توانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینشین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نموید. خیر، و می خواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت می کنیم.